های عزیز برنامه پارسفین، امروز اومدیم به یکی از گلخونه‌های صنعتی شهر اسپو و قراره با یک فرد ایرانی که داره اینجا کار میکنه صحبت بکنیم تا ببینیم که اینجا چه جور جاییه و اطلاعات مفیدی رو از ایشون بپرسیم. با ما همراه باشید. قبل از هر چیز خوش اومد بهتون میگم و ممنونم از کارکنان رادیو اسپو که به اینجا تشریف آوردن. من امیر شریفی از کردستان به اینجا اومدم، حدود 5 سال در فنلندم. بعد از تمام کردن کورسای زبان آماتیمو تمام کردم، 2 سال در آماتی ماتالوس آلا و در 3 قسم بخش بود، جنگل و کشاورزی با حیواناتش، و حالا من در قسمت بخش پوتارها کار میکنم. حدوداً 5 ماه در این گلخانه کار میکنم و بیشتر کارم من مراقبت و نگهداری این گلخانه گوجه فرنگی است. در حقیقت این کشت که اینجا ملاحظه میکنید کشت هیدروپوینگ و جدیدترین نوع تکنولوژی در دنیا است. کشت هیدروپوینگ به دلایل اینکه از مصرف آب و کنترل هوا و کنترل مریضی‌های خاص گوجه فرنگی جلوگیری میکنه و تولید بالایی داره. به عنوان مثال این خود این گلخانه در سال گذشته در هر متر مربع حدود 67 کیلو برداشت بوده، در هکتار میشه حدود 670 تن، ولی به دلیل کم بوده آفتاب در فنلند و سردی هوا این محصول نسبت به اروپا، اسپانیا کمتر بوده. خود در اسپانیا مشابه همین سیستم حدوداً 100 کیلو در هر متر مربع، یعنی 1000 تن در هکتار. این سیستم دارای کنترل مرکزی است و از طریق خود سیستم برنامه ریزی شده مقدار نیاز آب مصرفیش و مقدار کود مصرفی به مزرعه کنترل میشه و مریضیاش کنترل میشه. به عنوان مثال اگر نور آفتاب در این جا بالا باشه، درجه حرارت رو ببره بالاتر از 27 درجه، اتوماتیک پرده ها کشیده میشه و هر نوع مشکلی تو این سیستم، چه آب رسانی، چه گرما، سرما بیاد، بلافاصله برای مسئول خود گلخانه پیامکی فرستاده میشه که در فلان قسمت دچار مشکله. و حتی این سیستم به حد تکنولوژی توش تاثیر گذاشته، هر بوته میدونین چقدر در روز آب مصرف میکنه و تقریبا مدرن ترین نوع تکنولوژی تا حالا بوده. سالگی کم کم به کشاورزی علاقه پیدا کردم، چون میدونستم تنها چیزی که اگر بهش محبت کنی بهت دروغ نمیگه. موقعی که باش صادق باشی اونم دستاتو پر میکنه و من اصلا حالا عاشق این شغلم و دارم در اینجا حالا کارمو میکنم و از کارم هم خیلی راضیم، نه به خاطر مسائل مادیش، هرچند مسائل مادیش هم برای من مهمه، اما من عاشق این کارم. حدوداً بیش از 300 نوع گوجه فرنگی تو دنیا کشت میشه، و چه کشت گلخانه چه بیرون از گلخانه، و تو این گلخانه 4 نوعش کشت میشه که هم از نظر رنگ هم از نظر کیفیتشون متفاوتن، مزهشون متفاوتن. به عنوان مثال این لیوین تو که بزرگترین نژاد تو این گلخانه است،
و حدودا در هر خوشه 8 عدد بیشتر نمیذاریم ما گوجه بیاره، خوشاشو کنترل میکنیم. و دومین نوعش این نوعه که بهش میگین تاتانی و اسم فلندیش تاتانی، دیگه نمیدونم فارسیش چیه. اینا اینم جزو گرونترین گوجه فرنگی هایی که تو فلند به عنوان مثال اینجا تو بازار این گوجه فرنگی یه نیم کیلوش 3.5. و نوع دیگر که ریستره و مزهش یه خورده ما بهش مزه میزنیم، یه ذره ترشتره، این نوع کوچکتره که بهش میگن سیونتو. و آخرین موردش که این گوجه است تقریبا شکلش مثل فلفله و این برای کشت گلخانه به درد نمیخوره، چون این کلسیوم زیاد داره تو کشت هیدروپوینگ به این جواب نداده. ما حدودا 8 بوته از اینو داریم، فقط آزمایشی بوده و جوابم نداده. Thank you.